کروسی لرزان وزیر خارجه، ادمر می رود یا برکنار می شود؟ با یاد خدا به مجموع خبرهای این چینل خوش آمدید. 8 صبح کابل. به نظر می رسد که حنیف ادمر وزیر امور خارجه کشور به زودی از کرسی این وزارت کنار زده می شود. این مطلب را چندین منبع معتبر در ارگ ریاست جمهوری در تماس به روزنامه 8 صبح به شرط افشا نشدن هویتشان تایید کردند. به گفته این منابع، رئیس جمهور غنی نسبت به ناتوانی آقای ادمر در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح خشمگین است. آقای ادمر پس از گمارش به عنوان وزیر امور خارجه در جلسات متعدد ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح را اصلی ترین رکن ماموریت خیش عنوان کرده بود. برخی از تحلیلگران به این باورند که کنار زدن حدیم فاطمر از کرسی وزارت امور خارجه به دلیل آنچه ناکامی وی در ایجاد اجماع منطقه‌ای خوانده می شود تنها یک بهانه است، زیرا آقای غنی از همان نخستین روزی که کرسی این وزارت را به آقای ادمر سپرد قصد داشت جایگاه سیاسی او را آسیب بزند. حنیف ادمر در انتخابات ریاست جمهوری قبلی از رقبای جدی اشرف غنی به حساب می آمد و حتی در شمار از سخنرانی های کمپانی خیش خواستار استعفای آقای غنی و ایجاد اداره موقت برای تامین صلح شده بود. البته در این موضوع گیری در آن زمان رقبای دیگر آقای غنی از جمله دکتر عبدالله عبدالله نیز بعد توانایی حکومت او در ارتباط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باور نداشتند و در عوض خواستار برپایی اداره موقت و مصالحه با طالبان بودند. اشرف غنی اما با تمام بر برگزاری انتخابات پافشاری کرد و با وجود مشارکت اندک و تقلب گسترده خود را برنده ساخت و رقبا را در برابر یک عمل انجام شده ولی رؤسا و پرتقلب قرار داد. از آن جایی که اشرف غنی نسبت به آنانی که به توانایی اداره وی نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شک داشتند و نیز آن عده‌ای از رقباش که پرچم تقلب در انتخابات علیه او را بسیار به اعتزاز درآوردند ملامت خاطر دارد، بعید نیست که برای کنار زدن آن از فضای عمومی سیاسی دست به اقدامات متنوعی بزنند. چنانچه تخریب اردوگاه انتخاباتی ادمر و بعد از آن کنار کشیدن غم‌انگیز وی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری به واسطه اشرف غنی رقم خورد. اردوگاه غنی آنگاه با بازنگردن آقای غنی به حکومت در ظاهر از وی دلجویی کرد، اما در باطن شخصیت سیاسی ادمر را با گمارش وی به وزارت امور خارجه زنده به گور و شانس او را برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری برای همیشه سد کرد. آقای ادمر خود در نخستین روزهای آغاز کارش به عنوان وزیر خارجه در یک جلسات غیر علنی به شمار از دست اندرکاران و مدیران رسانه های کشور گفته بود که نقل به معنای سرنوشت و اوضاع بحرانی وطن او را وادار به مشارکت در حکومت اشرف غنی کرده است، هرچند با رئیس جمهور زیاد راحت نیست. از سوی دیگر آقای ادمر در نخستین روزهای تصاحب کرسی وزارت امور خارجه در سخنرانی های خیش به وضاحت ایجای اجماع منطقه‌ای برای صلح را از مهمترین اولویت های دیپلماتیک خیش عنوان کرده بود. این در حال است که از نظر اشرف غنی، محب فضلی و حتی امرالله صالح و سروردانش آقای حنیف ادمر با وجود سفرهای متعدد منطقه‌ای قادر به ایجاد اجماع برای صلح نشده است. به گفته آنان در کنار عدم ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح و با وجود سفرهای متعدد آقای ادمر به منطقه و روابط نزدیک و مشکوک ایشان با تهران و مسکو، وضعیت دیپلماسی کشور با یک سایر زلتبار مواجه شده است. چنانچه سفر ملا برادر و آیت همراه او که گفته می شود در هماهنگی با وزارت امور خارجه و شورای مصالح ملی صورت گرفته است، یک رسوایی دیپلماتیک محض برای افغانستان بود. آیت طالبان در کنفرانس خبری خود در تهران اعلام کرد که دامه مذاکرات بین الافغانی در دوحه را مشروط به استعفای آقای غنی از کرسی ریاست جمهوری ساخته است. جالب است که آیت طالبان عین خواسته را در نشست خبریشان در مسکو نیز مطرح کرد. عباس ستانکزی سخنگوی آیت مذاکره کننده طالبان گفت که اگر اشرف غنی از جنگ دست بردارد و بگوید که استعفا می دهد و برای صلح به حکومت جدید قربانی بدهد، ما حاضر هستیم به حکومت جدید به همین خاطر مذاکره بکنیم. این دو رسوایی دیپلماتیک به ویژه متهم کردن اشرف غنی به عنوان یکی از موانع جدید مصالحه در دو پایتخت مهم منطقه، اوج دیپلماتیک برای دستگاه دیپلماسی کشور بود که از نظر آقای غنی از ناتوانی حنیف ادمر در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح ناشی می شود. در این شک نیست که غنی و ادمر اختلافات جدی سیاسی دارند
اما انتظار اشرف‌غنی از وی به عنوان وزیر امور خارجه‌اش این بود که آقای حتمی با وجود به روابط نزدیک و مشکوک خیش با ایران و روسیه باید توانایی جلوگیری از مانور تبلیغاتی طالبان را در تهران و مسکو می داشت. با توجه به اطلاعاتی که از منابع ارگ ریاست جمهوری در اختیار روزنامه 8 صبح قرار گرفته، رسوایی دیپلماتیک تهران و مسکو حتی سبب شده است که برخی از پیشنهادات رسمی آقای حتمی برای ایجاد تغییرات در دستگاه دیپلماسی کشور و پست‌های دیپلماتیک در میان دوسیه‌های قطاری که بر سر میز فضلی در اداره امور منتظر امضای رئیس جمهور غنی است، خاک برود. به گفته این منابع، ناتوانی دستگاه دیپلماسی کشور در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح از یک طرف و گمارش حلقه قومی حتمی به شمار از کرسی‌های مهم دیپلماتیک در داخل وزارت خارجه و شمار از سفارتخانه های کشور از جانب دیگر از عوامل خشم اشرف غنی است. آقای غنی گمان می کند که حتمی با گمارش یاران و گلستان خیش در کرسی های اساس دیپلماتیک نه تنها کار برای ترمیم وجه دولت در سطح منطقه و جهان انجام نداده، بلکه حتی اتفاقات اخیر ممکن است باعث آبروزی بیشتر افغانستان شود. یکی از موارد گمارش فرید و گلستان آقای حتمی بر کرسی سفارت افغانستان در هندوستان است که متاسفانه دولت هندوستان به دلیل شک و ذهنهایی که نسبت به روابط مشکوک آقای مودی با یکی از کشورهای منطقه داشت، صدور ایمان ایشان را نزدیک به 6 ماه معطل ساخت و در پایان کار ایمان آقای غنی مودی با بیسار اکره از سوی دهلی جدید صادر شد. این برای دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور غنی، آن هم در شرایطی که با پیشرفت مذاکرات صلح نقش پاکستان در سیاست افغانستان افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است، جز یک توهین دیپلماتیک چیز دیگری نبود. حتمی این را می‌دانست که هندوستان کشور مهم و جدی در سیاست افغانستان است و گمارش چهره دارای روابط مشکوک به عنوان سفیر در دهلی جدید تأثیر زیاد بر روابط افغانستان و هندوستان دارد. هرچند آقای مودی بعد از نزدیک به 6 ماه سفیر خود خویش را به دست آورد، اما هنوز کارش را به صورت رسمی در دهلی جدید آغاز نکرده است. شاید بهتر باشد که آقای حتمی از خیر فرستادن و خیال گمارش افراد از این دست خودداری کند و در عوض در گمارش های خود در کنار تمنع قومی حساسیت های دیپلماتیک منطقه‌ای را نیز در نظر بگیرد. گمارش محمد شفیع خوانی نیز به عنوان سفیر سیار افغانستان در امور مهاجرین در ایران، آن هم در شرایطی که افغانستان دارای سفارت کلان و سفیر برحال در تهران است، خب دیگر بود که نباید رخ میداد. این مورد نشان میدهد که برخی گمارش های اخیر در وزارت خارجه ریشه در کم تجربگی دیپلماتیک آقای حتمی و عدم درک درست او از سیاست های منطقه دارد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.